توی قسمت 36 پادکست آلبوم که میشه چهارمین قسمت از سریال 6 قسمتی نیروانا براتون تعریف کردم که بعد از انتشار آلبوم بلیچ و تموم شدن تور آمریکا، نیروانا تور اروپا رو شروع کرد. اونجا گفتم که این تور اونقدر کرت کوبین رو اذیت کرد که به حدی رسید که میخواست واسه همیشه موسیقی رو بذاره کنار و خودش راحت کنه. الان توی این ویدیو میخوام این قضیه رو باز کنم براتون. سلام، من برده برجسته نژادم، اینجا کانال پادکست آلبومه. توی این ویدیو میخوام ماجرای تور اروپای سال 1989 گروه نیروانا که بعد از انتشار اولین آلبومشون یعنی بلیچ برگزار کردن رو براتون تعریف کنم و بگم که چه اتفاقایی افتاد که باعث شد کرت کوبین تصمیم لحظه‌ای، البته ناموفق، بگیره که با موسیقی برای همیشه خدافظی کنه. خب قبل از اینکه نیروانا تور اروپا رو شروع کنه، سر تصمیمی که کمپانی طرف قراردادش یعنی ساب پاپ گرفته بود، یه ای پی آماده کرد فقط واسه اروپا که باهاش بتونن واسه تورشون تبلیغ کنن و آدمای بیشتری رو جذب کنسرت‌ها کنن. نیروانا این ای پی که اسمش شد بلو ای پی رو آماده کرد و یکم بعدش واسه تور پاشد رفت اروپا. نیروانا توی این تور تنها نبود. گروه تد که یکی از گروه‌های نسبتاً معروف گرانج سیاتل، اونم طرف قرارداد با کمپانی ساب پاپ بودن، باهاشون بود. یعنی این توره میشد تور مشترک نیروانا و تد. اولین آلبوم تد به اسم گادز بالز حدوداً 3 ماه قبل از اولین آلبوم نیروانا منتشر شده بود و استقبال ازش به نسبت خوب بود. عجب آلبوم محشری هم اصلاً نتی. در اصل توی این تور نیروانا یه جورای اوپنین اکت تد بود. توی این توره یه چیزی که جالب بود این بود که نیروانا خیلی بیشتر از اونی که خودش فکر میکرد تو اروپا معروف بود. توی پادکست گفتم اینو، یه اشاره ریز بکنم الان، فقط این که بروس پویت یعنی یکی از دوتا مدیر کمپانی ساب پاپ یه ژورنالیست رو از انگلیس آورده بود آمریکا که در مورد موج موسیقی سیاتل تحقیق کنه و برگرد انگلیس رو توی مجلش در موردش بنویسه. واسه همین خیلی اونجا نیروانا رو میشناختن. آلبوم بلیچ توی آمریکا خیلی کار خاصی نتونست بکنه، اما همون موقع توی انگلیس شده بود رتبه 8 چارت. نه فقط نیروانا، بقیه گروه‌های گرانج سیاتل هم معروف بودن تو اروپا. مثلا آلبوم همین گروه تد هم توی چارت انگلیس شده بود رتبه 16. سر همین معروف بودن اینا همه اجراهای تور اروپا سولد اوت شده بود، یعنی پول خوبی ازش در اومد. منتها کمپانی ساب پاپ گدابازی در می آورد. یه ون داغون و له واسه شون گرفته بود که اینا رو شهر به شهر و کشور به کشور بچرخونه که کنسرتاشون رو طبق برنامه برگزار کنن. یعنی کل اعضای دوتا گروه، 3 نفر نیروانا، 4 نفر تد، با رود منیجر و چند نفر دیگه، همه میچپیدن تو همین ونه. اوایلش بامزه بود، خوش میگذشت بهشون، اما مسیرها طولانی بود. بیشتر از این که رو زمین باشن تو ماشین بودن. بعد از یه مدت دیگه قضیه رفت رو اعصابشون، مخصوصا رو اعصاب کرت کوبین. یه عده‌شون اهل دود بودن، یه عده نبودن. اونایی که دودی بودن تو ماشین میکشیدن، اونایی که نبودن بخوری میشدن و هرس میخوردن. کم کم دیگه شوخی‌ها واسه یه کرت داشت آزاردهنده میشد، خلبازی بقیه عصبیش میکرد. تد دویل یعنی خواننده گروه تد مشکل معده داشت، روزی چند بار بیخود و بیجد بالا میآورد. اگه میتونستن به موقع واستن که هیچی، اگه نه تو همون ون بالا میآورد. کرت هرس میخورد سر این قضیه. کلا بچهای نیروانا هر کدوم فاز خودشونو داشتن. چد چنینگ درامر تمام مدت حرف میزد، یه لحظه ساکت نبود، مغز همه رو کار میگرفت، هی چرت و پرت میگفت. دیگه به جایی میرسید که هیچکی به حرفاش گوش نمیکرد، با خودش حرف میزد. یه بار تو رستوران بقیه بهش دقت کردن، دیدن 10 دقیقه است داره با یه لیمو حرف میزنه. کریس نووسلیچ بیسیستم مشروب دستش نمیافتاد، لحظه ای نبود که مست نباشه، اونقدر پاتیل بود که اصلا نمیفهمید دور و برش چه خبره. کرت کوبین هم که اکثر وقتا خواب بود، یعنی اکثر وقتا تلاش میکرد که تو اون خرطوخری بتونه بخوابه. کرت کلن عاشق خواب بود، میگفت تنها موقعی که درد زندگی رو حس نمی کنم وقتیه که خوابم. بعد تو اون شلوغی با اون همه سر و صدا نمیتونست بخوابه، عصبی تر میشد. اینا همه خسته بودن، چندین ساعت با اون ون داغون تو جاده بودن. اون وقت رود منیجری که از طرف ساب پاپ همراهشون بود، واسه اینکه خرج رو بازم کمتر بکنه، هر جا که میرسیدن به جای اینکه برن هتل استراحت کنن، مستقیم میبردشون محل اجرا که بعضی وقتا 4-5 ساعت مونده بود به زمان کنسرت. اینا گشته و خسته و له باید میشستن اونجا که وقت اجراشون بشه. بعدم که اجراشون شروع میشد قضیه بدتر میشد. کیپ تا کیپ آدم میومد، همم جیغ و داد و هورا و تشویق. کرت بازم شاکی میشد، یه نگاه به ملت میکرد، میگفت اینا کیان آخه؟ فازشون چیه؟ چرا اصلا باید با ما حال کنن؟ وقتی این عوضی از من خوششون میاد پس من یه ایرادی دارم لابد. کنسرت ها خیلی فشرده و فرسایشی بود، اجرا به اجرا کرت عصبی تر و خسته تر میشد. تور همینطوری رفت جلو تا اینکه رسیدن به روم.
اجرای روم مهم بود، جای اجراشون بزرگ بود، بلیتام که همه فروش رفته بود، کلی هم آدم مهم قرار بود بیاد، واسه همین بروس پویت و جاناتون پونمن یعنی دوتا مدیر کمپانی ساب پاپ هم سوار هواپیما شدن و از سیاتل رفتن روم که این اجرا را نزدیک ببینن. این اجرا شد یکی از بدترین اجراهای تاریخ فعالیت نیروانا. صدا فاجعه، تجهیزات داغون، زمان بندی افتضاح، هماهنگی زایه، اشتباه پشت اشتباه، همه خسته، همه پاره. مردم مسخرهشون میکردن، یه عده گذاشتن رفتن. اونقدر همه چی بد بود، اونقدر مردم بد اخلاقی کردن، اونقدر اینا خسته بودن که دیگه کرت تسمه پاره کرد. گیتار رو برد بالا با تمام زورش کوبون زمین و شیکوندش. هرچی هم دم دستش بود و پرت کرد اینور اونور. بعد از دکل اسپیکر رفت بالا که خیلی جدی خودشو پرت کنه پایین. همه اومدن اون زیر داد میزدن خل نشو، این دیوونه بازی ها چیه؟ بیا پایین. اونم از اون بالا سر مردم داد میزد، همینطوری فوش میداد. با هزار بدبختی کشوندنش پایین و بردنش بک استیج. کرت داشت از عصبانیت منفجر میشد. رد داده بود دیگه. بقیه داشتن آرومش میکردن که یهو یکی از عوامل سالن اومد بک استیج، دو تا میکروفون گرفته بود دستش، شروع کرد بلند بلند با رود منیجر اینا دعوا کردن که خواننده خلوچلتون زده میکروفونای ما رو شکونده. کرت یهو از جاش بلند شد، رفت سمت یارو، میکروفونا رو دستش گرفت، اونقدر کوبیدش زمین که تیکه تیکه شدن. بعد گفت بیا. حالا شکستن. بعدم برگشت رو به همه شروع کرد داد زدن که من دیگه نمیتونم، نمیخوام، به اینجام رسیده، میخوام برگردم خونه، دست از سرم بردارین. همینطوری چند دقیقه داد زد و همه رو به فوش کشید و بعد رفت یه گوشه نشست زد زیر گریه. آخر سر پونمن اومد سراغش، بلندش کرد، بردش بیرون که یه بادی به کلش بخوره، شاید بهتر شه حالش. کرت همینطور گریه میکرد و میگفت میخوام برگردم خونه، نمیخوام واسه این عوضی ها اجرا کنم، اینا همه احمقن، بیشورن، انتظار دارن من برم اون بالا مثل یه حیوان دست آموز واسه شون جنگولک بازی در بیارم، بدم میاد ازشون، میخوام برم خونه، میخوام برم پیش دوست دخترم، قرار نبود اینطوری بشه، من اینو نمیخوام، نمیخوام این همه آدم بیاد اجراهامون، حتما چرت و پرتیم که هر اسکلی از ما خوشش میاد، اصلا دیگه نمیخوام موزیک کار کنم، بی خیال من بشین، بگرن یکی دیگر رو پیدا کنین. پونمن هی باش حرف زد، سعی کرد آرومش کنه، گفت دفعه بعدی که بیاین اروپا همه چی بهتره، پولمون کم بود، نتونستیم اونطوری که لازمه هواتونو داشته باشیم، اشتباه از ما بود. گفت خسته شدی، خوب نخوابیدی، ولی دو هفته از تور بیشتر نمونده، بذار تمامش کنیم، بعد برمیگردیم خونه، حالت بهتر میشه. اون شب به هر زوری بود کرتو جمع کردن. فرداش قرار بود اینا واسه اجرا برن سوئیس. دیدن کرت اوضاع رویش خرابه، بی خیال ون شدن، قرار شد که با قطار برن. کرت همش تو خودش بود. اینا میترسیدن بخوان که چی بهش بگن، دوباره گیر بده، من میخوام موزیکو بذارم کنار. واسه همین کسی کاریش نداشت. کرت تا سوار قطار شد، کفشاشو در آورد و لباسشو کشید رو صورتشو گرفت خوابید. بیدار که شد، دید کفشاشو، کیف پولشو، پاسپورتشو دزدیدن. دیگه به مرز فروپاشی رسید. همینطور داد میزد دست از سرم بردارین، من دیگه نمیخوام اجرا بذارم، دیگه موزیک نمیخوام، ولم کنین. پونمن هی باش حرف میزد و زور میزد آرومش کنه. تا رستن سوئیس، پونمن کرت و برد سفارت آمریکا، یه پاسپورت جدید براش گرفت، بعدم رفت یه گیتار نوی خوشگل براش خرید، بردش یه هتل نسبتاً اوکی که استراحت کنه، یعنی همه زور خودشو زد که کرت رو سرپا نگه داره، یه وقت دیوونه بازی در نیاره. کرت ولی اونقدر حالش بد بود که آخر سر مجبور شدن اجرای اون شب تو سوئیس رو کنسل کنن تا ببینن بعدش چی میشه. حالا همه اینا رو داشته باشین، توی این تور یه چیز دیگه هم بدجور رو مخ کرت بود، بروس پویت و جاناتون پونمن، یعنی مدیرای کمپانی ساب پاپ. کرت میگفت اینا فکر میکنن ماها یه مش بچه دهاتی احمقیم که از ابردین رفتیم سیاتل، پس میتونن هر جوری دلشون میخواد بازی مون بدن، این که خودشون مثلا تحصیل کردن، ماها یه مش اوشگولیم که هیچی نمیفهمیم، حداقل امکاناتو بهمون میدن، حداقل پول رو خرجمون میکنن، حداقل توجه رو بهمون دارن، اون وقت حد اکثر استفاده رو میخوان ازمون ببرن، این که فازشون اینه که ما رو کوچیک کنن که خودشون بزرگ به نظر بیان، میان میگن عکسای زشتمون رو بذاریم روی آلبوم که سوژه خندشیم، یا یه کاری میکنن توی مصاحبه گاگول به نظر بیاییم. یعنی خلاصه هزار تا مسئله بود که کرت داشت تو ذهنش باشون میجنگید. کلن تور خرطوخری بود این اروپایی که اینا رفتن. آخرین اجرای تور مشترک نیروانا و تد توی لندن بود که از قضا با تور گروه مادهانی همزمان شده بود. مادهانی هم یکی دیگه از گروه های گرانج سیاتل بود که دو تا آلبوم منتشر کرده بود. یکم از نیروانا و تد جلوتر بود. اومدن تورشون رو ترکیب کردن، یعنی قرار شد اون شب سه تا گروه با هم دیگه اجرا کنن. یعنی کثافتی بود این اجرا، فقط و فقط یه گیتار واسه نیروانا مونده بود، بس که هر چی بود و نبود کرت چیکونده بود.
یه گیتار داغون که هی وسط اجرای بلایی سرش میومد صداش قطع میشد. کرت باید همونجا رو استیج درستش میکرد. کریس قاطی کرده بود که هی اجرا قطع میشه، بند بیس گیتارشو انداخته بود دور گردنش میچرخوندش. بنده یهو پاره شد، بیس گیتار در رفت صاف رفت سمت درامر گروه مادهانی یعنی دن پیترز که اگه جا خالی نداده بود کلش ترکیده بود. اگه خود پادکست رو گوش کرده باشین میدونین که همین دن پیترز بعدن واسه یه مدتی میشه درامر نیروانا. اونقدر کرت گیتارش که هی خراب میشد رفته بود رو اعصابش که آخر اجرا گیتار رو با تمام توانش پرت کرد، منتها به سمت کریس پرت کرد. اونم که تو حال خودش نبود با بیس گیتارش گیتار کرت رو هوا زد انگار دارن بیسبال بازی میکنن. جفت سازا نابود شدن. یعنی با هزار مکافات این تور تموم شد. کرت قشنگ مطمئن بود که وقتی برگرده خونه با همه چی خدافظی میکنه و به کل به خیال موسیقی میشه. که خب میدونیم که همچین اتفاقی نیفتاد. ممنون که این ویدیو رو دیدین. توی این ویدیو که واسه تکمیل اپیزود 36 پادکست آلبوم بود براتون تعریف کردم که توی اولین تور اروپای گروه نیروانا تو سال 1989 چه اتفاقی افتاد که باعث شد کرت تصمیم بگیره که بی خیال موسیقی بشه. من بردی برجسته نژادم، اینجا کانال پادکست آلبومه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین دیدنش رو به بقیه هم پیشنهاد بدین و با لایک و کامنت ازش حمایت کنین. خوب و عالی باشین. تا بعد، خدافظ.